با درود فراوان به یکایی که شما گرامیان هر جای دنیا که هستید، به یکی دیگر از برنامه‌های آموزشی ریشه خوش آمدید. مدیریت بحران. اگر چیزی را نوشتید و اتفاق نیفتاد چه؟ نخستین قدم این است که کمی تحمل کنید. شاید آن اتفاق به وقوع پیوسته اما به آن صورتی که انتظارش را داشته اید نبوده است. به گذشته برگردید و ببینید چرا می‌خواستید به آن هدف دست پیدا کنید. به لایه‌های عمیق ذهنتان رجوع کنید. شاید به چیزی که می‌خواستید رسیده اید اما از مسیری دیگر. دوستم چارلی می‌خواست به دانشگاه پزشکی برود. او خواستش را با جزئیات تمام نوشت اما محقق نشد. آیا او شکست خورده است؟ هدف او از رفتن به دانشکده پزشکی پزشک شدن و خدمت کردن به مردم بود. اکنون چارلی به عنوان دستیار داروساز در یکی از بزرگترین مراکز درمانی مربوط به مبتلایان به بیماری ایدز کمک می کند. دوست دیگری دارم که او هم برای به دست آوردن شغل مورد علاقهش هر روز صبح می نوشت که تصاحب این شغل چقدر می تواند زندگیش را زیر و رو کند. اما به رغم تمام تلاش هایش نتوانست آن شغل را به دست بیاورد. او به من گفت اولش وقتی نوشته هایم را در مورد آن شغل می خواندم خیلی خجالت می کشیدم که نتوانستم به دستش بیاورم، ولی بعد از مدتی فهمیدم که خواسته اصلی من آن شغل نبوده، بلکه می خواستم که درآمد بیشتری داشته باشم تا هزینه دانشگاه پسرم را بدهم، قسط های خانه را راحت تر پرداخت کنم و به همراه خانواده سفر کوتاهی بروم. دیگر اینکه جایی که کار می کنم قدر مرا بدانند. حتی نوشته هایم هم بیشتر در این مورد است و نه در مورد شغل جدید. حالا که نگاه میکنم میبینم به هر چی که میخواهم رسیدم. برای شرکتی که کار میکنم که از آن شرکتی که آرزویش را داشتم نزدیکتر است. امنیت شغلی هم دارم. حتی میتوانم اقساط وام خانه و هزینه های تحصیلی پسرم را پرداخت کنم و سفر کوتاهی هم با خانواده ام بروم. چیزی که او به دنبالش بود آن شغل نبوده، بلکه امنیت شغلی، پول و گذراندن وقت بیشتر با خانواده‌اش بود. او به همه اینها رسیده بود بدون اینکه شغل مورد علاقه‌اش را به دست بیاورد. جیمی تصمیم گرفته بود که به نیویورک برود. بنابراین در دفترچه‌اش نوشت
هدف من اقامت و کار کردن در نیویورک است. او همانطور که می نوشت به لایه‌های عمیق‌تری از خواسته هایش پی می برد. متوجه شد که هدف اصلیش از سفر به نیویورک این است که در کلابی آواز بخواند و از این طریق به حس رضایت درونی دست یابد، زیرا در این زمینه سررشته دارد و استعداد شگرفی که دارد می تواند نقش موثری ایفا کند. آن شب دو هدف خود را نوشت و با رویاهای بزرگ به تخت خواب رفت. اکنون یک سال از آن شب می گذرد و او حتی برای یک روز هم به نیویورک نرفته است. اما حدس می زنید چه اتفاقی برای او افتاده است؟ او نواری را به عنوان نمونه برای کلاب‌های شهر فرستاد و اکنون نیز در همان کلاب‌ها مشغول خوانندگی است. او هنوز به رویایش برای رفتن به نیویورک نرسیده، اما در زندگیش دارد از نتیجه آن بهره می‌برد. کشف سایر راه‌های موفقیت. برای رسیدن به نوک قله راه‌های فراوانی وجود دارد. از هر مسیری که به قله برسید تفاوتی ندارد، زیرا در نهایت هدف فتح آن و تماشای مناظر اطراف آن است. وقتی که روی رسیدن به نتیجه تمرکز می‌کنید، نباید دلسرد شوید، فقط باید از خودتان بپرسید اگر اتفاق نیفتاد آن وقت چه کاری باید انجام دهم؟ جز این کار چه کار دیگری من را به هدفم میرساند؟ ماریانا نونز، طنزنویس نامی، از این فرمول استفاده کرده و به آن رقص پا در زندگی میگوید و آن را چنین بیان میکند: دو قدم به جلو، یک قدم به عقب. وقتی به سوی هدفی گام برمیدارید اما به نتیجه مطلوب نمی رسید و قلبتان می شکند، می توانید جملات زیر را پیش خود زمزمه کنید: بعضی ها می توانند، بعضی ها نمی توانند. اگر نتوانستم اهمیتی ندارد. پیش به سوی آینده. تغییر نیمکره فعال مغز. نیمکره راست مغز بر احساسات شخص حاکم است، در حالی که نیم کره چپ افکار منطقی را تحت سیطره خود دارد. زمانی که به هدف خود نمی رسید ببینید کدام قسمت مغزتان در حال فعالیت است، سپس به قسمت دیگر مغزتان رجوع کنید. اگر قسمت منطقی مغز شما فعال است، سعی کنید بخش احساسی آن را به کار بیاندازید. می توانید هنگام رسیدن به هدف مورد نظر از احساساتتان بنویسید، یا اینکه بنویسید اگر رویایتان محقق شود چقدر هیجان زده می شوید. برعکس، اگر احساساتی همچون ترس و شک یا حس بی ارزش بودن به شما دست داد، سعی کنید منطقی به موضوع و هدف مورد نظر خود نگاه کنید. می توانید کتاب‌ها یا بروشورهایی را تهیه کنید که به نوعی تداعی کننده خواسته تان باشد. می توانید برای افرادی صحبت کنید که در زندگی این قدم‌ها را برداشته اند. سپس درباره جنبه‌های عملی آرزوی خود شروع به نوشتن کنید. تغییر نیمکره فعال مغز سبب می شود که اختیار امور را دوباره به دست بگیرید و موانع را از سر راهتان بردارید. ثابت قدم باشید. فرض کنید در مورد رابطه عاطفی ایدئالتان مفصل نوشته اید. سپس شخصی مناسب را درست مانند آنچه نوشته بودید ملاقات می کنید. اما ناگهان همه چیز خراب می شود. آیا شکست خورده اید؟ دوباره تلاش کنید. این جمله دقیقاً همان چیزی است
که هلن هتسل در کتاب اس بردن و طلب کردن به شما میگوید. هلن میگوید هیچ شکستی در کار نیست، بلکه تأخیر در کار است. شما گمان میکنید که زمینگیر شده اید، در حالی که باید بیشتر صبر کنید. میتوانید روی برگه‌ای بر روی میز کارتان این جمله را یادداشت کنید: شکستی وجود ندارد، فقط باید اندکی صبر کنم. هلن میگوید هیچگاه انرژی مثبت را بیهوده تلف نکنید. همیشه به خود بگویید شاید به زمان بیشتری نیاز دارید و باور کنید که همین جمله کوتاه موجب آرامش جسمی و روحی شما خواهد شد. شاید به زمان بیشتری نیاز دارید. یکی از اصول روانشناسی بیان می کند که چیزی به نام شکست وجود ندارد. بدانید که قدرت حقیقی در شکیبایی است. سه قدم تا طلا. ناپلئون هیل در کتاب خود با نام بیاندیشید تا ثروتمند شوید میگوید آقای داربی صاحب معدن طلایی در کلرادو بود که برای مدتی فعال بود و طلا از آن استخراج میکرد، اما پس از مدتی دیگر رگه ای از طلا پیدا نکرد. تصمیم گرفت تونل های بیشتر و عمیقتری حفر کند، اما فایده ای نداشت. او دست از تلاش برداشت و معدن را با تمام وسایلش به مبلغ ناچیزی فروخت. مالک جدید درست در فاصله سه قدمی محلی که داربی دست از حفاری کشیده بود به رگه ای از طلا رسید که میلیون ها دلار ارزش داشت. این اتفاق زندگی داربی را متحول ساخت. او هیچ وقت اشتباهش را از یاد نبرد و سالها بعد از آن کرد که به خاطر بی‌ثباتی‌اش آن معدن و آن ثروت عظیم را از دست داد. اما درس ارزشمندی آموخت: برای موفقیت در هر کاری باید شکیبا بود. ناپلئون هیل از گفته‌هایش نتیجه گیری می‌کند که یکی از علت‌های شکست کنار کشیدن در زمانی است که گرفتار شکستی مقطعی شده اید. هرگز در سه قدمی طلا توقف نکنید. برگردید و کمی بیشتر حفر کنید. زنده باد شکست. من خبرهای خوبی برای شما دارم. هر وقت همه چیز در آستانه فروپاشی است، نگران نباشید، چون بدین معناست که به زودی همه چیز درست خواهد شد. لحظه تولد نوزاد درس بزرگی به ما می دهد. 10 دقیقه آخر وضع حمل سخت‌ترین دقایق برای مادر و کودک است. در این لحظه مادر در حال از دست دادن جانش است، در حالی که پدر بسیار خوشحال است. او می داند که چیزی به تولد فرزندش باقی نمانده و پس از ماه‌ها انتظار می‌تواند او را در آغوش بگیرد. در زندگی درست زمانی که به هدف نزدیک شده اید همه چیز زیر و رو می‌شود، اما بدانید که به خط پایان نزدیک شده اید. وقتی همه چیز از هم می‌پاشد با خود می‌گویم چیزی نمانده که پیروز شوم. بارها وقتی چیزی خراب شده یا کامپیوتر هنگ کرده یا گیربکس اتومبیل از کار افتاده به خودم گفتم عالیه. این اتفاق مهم نشان می دهد که چیزی نمانده تا به طلا برسی. بدانید شکست شما را به موفقیت راهنمایی می کند. اگر در مسیر درست گام برداشته باشید، به پیشروی خود در آن مسیر ادامه دهید و همچنان بنویسید تا اتفاق بیفتد.